صدها تن از مسلمانان روهینگیایی خواستار آزادیشان از مرکز نگهداری در زندان جامو و کشمیر شدند. منابع رسمی گفتند که بیش از 200 روهینگیایی از میانمار که طی 2 سال گذشته در یک مرکز نگهداری در آنجا اقامت داشتند، روز سه‌شنبه 27 تیر تظاهرات کردند و با نگهبانان داخل زندان فرعی هیراناگر درگیر و خواستار آزادیشان شدند. این مقام مسئول گفته که اعتراض در داخل مرکز برگزاری با مریض شدن یک زن در صبح آغاز شد. در مجموع 271 روهینگیایی از جمله 74 زن و 70 کودک در زندان فرعی که در 5 مارس 2021 به عنوان مرکز نگهداری برای اسکان مهاجران غیرقانون اعلام شد، اسکان داده شدند. هرچند مسلمانان روهینگیایی در ماه می علیه اقامت خود در این مرکز دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند، اما پس از متقاعد شدن توسط مقامات ارشد پلیس و زندان مبنی بر اینکه موضوع با مرکز در میان گذاشته شده است، اعتراض خود را لغو کردند. هزاران مسلمان روهینگیایی به دنبال آزار و شکنجه در کشورشان، بسیاری از آنها به طور غیرقانونی از طریق بنگلادش وارد هند شدند و در جامو و سایر نقاط این کشور پناه گرفتند. بر اساس گزارش ها بیش از 13700 خارجی از جمله مسلمانان روهینگیا و اتباع بنگلادشی در مناطق جامو و سامبا جامو و کشمیر مستقر هستند.